سلام، حاصل عبارت زیر چنده؟ فکر کنیم. خب ما در ریاضی چند تا اصل کلی داریم. اینکه اول همیشه محاسبات داخل پرانتز رو انجام میدیم، بعد ضرب ها و تقسیم ها رو به ترتیب از چپ به راست، و نهایتا جمع و تفریق ها رو باز هم با ترتیب از چپ به سمت راست. خب این همیشه یه قاعده کلی در این نوع محاسبات هست که باید در ذهن داشته باشیم. اما در مورد این مثال، اول ضرب رو بعد انجام بدیم، 4 ضرب در 5 که میشه برابر با 20. خب جواب میشه برابر با 15 - 20 به علاوه 10. خب این قسمت که میشه -10، پس 15 - 10 میشه برابر با 5 و جواب 30 هست. سال بعد، مقدار عبارت زیر چنده؟ فکر کنیم. خب دو تا قاعده خیلی ساده در ریاضی داریم. وقتی که آ رو بر بی تقسیم میکنیم، این حاصل برابر هست با آ ضرب در 1 تقسیم بر بی. همینطور میدونیم وقتی که آ در 1 اوم ضرب میشه، جوابش میشه برابر با 1. حالا که طرفین این تساوی رو هر دو سمتش رو به 1 ایوم تقسیم کنیم، از طرف اول 1 ایوم حذف میشه، آ میشه برابر با 1 تقسیم بر 1 تقسیم بر ای. دقت کنید 1 ایوم رو انگار آوردیم این طرف تساوی. خب و این رابطه به دست میاد. حالا از این دوتا قاعده اگر استفاده کنیم، پاسخ این سوال به دست میاد. با توجه به این بحث ها، این رو میشه نوشت 12 ضرب در 1 تقسیم بر 1 تقسیم بر 3 ضرب در 3 - 10. خب و این حاصل میشه برابر با 12 ضرب در. خب اما این عبارت رو بحث کردیم، میشه برابر با 3، میشه 12 ضرب در 3 ضرب در 3 - 10. خب قرار بود اول ضرب ها انجام بشه، پس میشه 12 ضرب در 9 - 108 - 10 که جواب میشه 98. و به عنوان یک تمرین حالا ببینیم مقدار عبارت زیر جوابش برابر با چه عددی میشه. لطفا جواباتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.